خداوند مدام میفرماید الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. ما میدونیم که بزرگترین نعمتی که به خداوند متعال به ما انسانها داده نعمت وجود هست، زندگی ما. این زندگی است که ما رو کاندید میکنه که بعد ما بیاییم مسلمون بشیم، بیاییم دین رو بفهمیم. اما خداوند میگه الرحمن، الرحمن اون کسی که علم القرآن، قرآن رو آموخت، خلق الانسان، انسان رو آفرید، علمه البیان و به انسان سخن گفتن یاد داد. سخن گفتن یعنی عقل و شعور و همه چیز. خب یعنی آموزش قرآن رو خداوند متعال قبل از خلقت و نعمت وجود ذکر کرد. یعنی چی؟ یعنی آقا انسان مهمه، اما مهمتر از انسان ارزش هاست. علم القرآن. قرآن چیه؟ قرآن ارزش های زندگی، قرآن راهکار درست زندگی. اون کسی که ارزش ها، انسانی که ارزش نداره، انسانی که یک ارزش هایی نداره که اون رو جهت دهی بکنند، اون دیگه انسان نیست. اون فرقش با یک حیوان چی است؟ این رو ما امروز میفهمیم. امروز که دنیا در یک حالت بسیار سردرگمی به سر میبره و همه حیران و پریشان که چی بی چی هست، ما میفهمیم که مفهوم ارزش چیه. تو غربی که در کمال نعمت و آسایش اینها دم از حقوق انسان می زدن، دم از حقوق حیوان می زدن، دم از نمیدونم هزار و یک ارزش ها می زدن، اونها ارزش هایی بود که مال جوهر اون انسان نبود، باور اون انسان نبود. آقا تو غرب همه ماشین ها درست راه می رند، هر کسی حق کسی دیگر رو ضایع نمی کنه. چرا این کار رو می کنن؟ آقا دوربین ها هست، جریمه باید پرداخت بکنن. تو فروشگاه ها می رفتن دزدی نمی کردن. چرا دزدی نمی کردن؟ چون هر جا دوربین بود. یعنی یک نظارت خارجی اونها رو مستقیم کرده بود. اگر این نظارت خارجی برطرف می شد چی کار می شد؟ یه ساعت برقت می شد در فلان شهر، یه دقیقه برقت رو چقدر میلیون دزدی شد. چه خسارت هایی که نشد، چه خیانت هایی که نشد. همچنین چیزی در جهان اسلام صورت نمیگیره. چرا؟ چون که اینجا ارزش ها که هست نظارت داخلی است. انسان دزدی نمیکنه چون که خداش امرش کرده که این کارو نکنه. خداش گفته دزدی نکن، خداش گفته دروغ نگو، خداش گفته خیانت نکن، نمیکنه. چون ها ارزش هاست و ارزش ها چیزی هست که در داخل انسان مؤمن کاشته میشه. علم القرآن، قرآن در داخل انسان اونها رو میکاره. الان که همون غرب دچار یک بحران شده، جوهر واقعی انسان غربی اومده بالا. تا گفتند که آقا باید تو خونه هاتون باشید، همه ریختند فروشگاه ها رو لیسیدند، هیچی نگذاشتن تو فروشگاه که چی؟ نمیرم من و من و من، هر چه بود و نبود رو گرفتن بردن خونه هاشون انبار کردن که شاید در گرسنگی نمیریم، شاید فردا پیدا نشه. مسلمان رو چیکار کردن؟ هر کسی رفت گفتن آقا کسی حرکت نکنه. خب رفت دید که آقا همه محتاجن، تنها من نیستم. هر کسی برای 3-4 روز خودش غذا بگرفت که دیگران هم فرصت داشته باشن همینطور بتونن به اصطلاح آذوقه جمع کنن و برای مدتی، اما بعدش همسایه‌ها برای همدیگه بدن و از همدیگه جویا بشن، اینو اون بپرس آقا جون فلانی چند دقیقه به اصطلاح وضع حال اقتصادیش خوب نبود، آقا کمکش کنیم، این آقا آرد بگیر ببر خونه فلانی برسین، این آقا برنج ببر خونه فلانی برسون. همه دارن دست همدیگر رو میگیرن که آقا یک مصیبتیه، بیایید صبر کنیم به داد هم برسیم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی، این مفهوم این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو گرفته پیش میرن، به هم دیگه میرسن. اینا چند؟ اینا انسانهای ارزشی، تربیت ارزشی اسلام، تربیت ارزشی که نظارتش داخلی است. کسی به مسلمان ها نگفت این کار بکنید،
تربیت دینی علم القرآن به اونا گفت.